جناب نخست وزیر، لطفاً چند لحظه تشریف داشته باشید. قربان، آقای محمود جم نخست وزیر شرفیاب شدن. برو بگو بیاد تو. قربان، اعلی حضرت، اسرای مخابره شد کشتی حامل والا حضرت ولایت عهد و همسرشون شاهزاده خانم فوزیه در بندر شاهپور پهلو گرفت. به مبارکی. پس بالاخره اومدن. بگو معطل نکنن، سرتیر بیارنشون تهران. ظل عالی مستدام. ملک فاروق مادر و خواهر ترشیدشو با فوزیه فرستاده تهران سر ما. معلومه که یه همچین دامادی هیچ وقت گیرش نمیاد. هیچ وقت. وگرنه معلوم نبود اونجا توی مصر باید خواهرشو با یه تاجر مصری معامله میکرد. بنده ی حقیر تصور میکنم که والا حضرت ولایت عهد با وجود پدری آگاه، قدرتمند، محبوب و مقبول و سیاس و اطرافیان فهیم قطع به یقین دچار چالش نمیشن. ارواح عمت، یکی از اون اطرافیان فهیم هم حتما خودت تو هست. پدر سوخته. قربان، اتومبیل حامل والا حضرت ولایت عهد و شاهزاده فوزی خانم از جاده پهلوی عبور کرده وارد کاخ سعدآباد شدند. خیلی خوب، بریم. اشرفت همایونی، ولایت شب خبر. تعریفاتونو بذارید واسه بعد. فعلا عروس تو به مادرت نشون بده که منو بیچاره کرده. یا شمس و اشرف دارن روی مخ من را میرن، یا این از هر من شمس. وای محمد رضا پسرم، برگشتی. داشتم گرد میچرخیدم. قربونت برم. مبارکت باشه مادر. ببین زنی که چه جوری مثل اسب ماده شیه میکشه. تاج سرم اولیا حضرت، تاج الملوک. خواهرم والا حضرت شمس. خواهرم والا حضرت اشرف.
برادرم والا حضرت شاپور علی رضا، برادرم والا حضرت شاپور غلام رضا، ملکه نازلی مادر شاهزاده فوزیه، شاهزاده فائزه، شاهزاده فائقه و همسرم شاهزاده فوزیه. آقای علی قوام شوهر والا حضرت اشرف، آقای فریدون جم شوهر والا حضرت شمس. در مصر چطور سر کردی؟ مراسم عقد کنون خوب برگزار شد؟ راستی علی حضرت، در سوئیس که تحصیل می کردم با جوانی آشنا شدم که به عنوان خدمتکار به من معرفی شد. خیلی به من خدمت کرد. اسمش ارنست پروم بود. از مصر بگو، از خاندان سلطنتی مصر. ملک فاروق باهات خوب تا کرد؟ روزهای خوبی بود. قاهره شهر زیبایی بود. راستی علی حضرت، داشتم میگفتم ارنست پروم خیلی منو همراهی کرد. بیشتر از یک خدمتکار، یک دوست بود. من میگم از مصر بگو، هی میگی ارنست قرون همچون، ارنست قرون همچین. گور پدر ارنست قرون، تو چه غلطی میکردی اونجا؟ هیچ میدونی چقدر خرج مراسم عقد کنون تو کردم توی قاهره؟ میدونی؟ من در مصر فقط به عنوان یک ولیعهد اقامت نداشتم، بلکه به عنوان یک پادشاه سفر کرده بودم. نه، خوشم اومد. حالا اعلی حضرت اجازه میدین پرونو به ایران دعوت کنم؟ بره بمیره. والا حضرت. فردوس، خپل چطوری؟ تبریک عرض میکنم والا حضرت، خیلی خوش آمدی. تو دوست دوران کودکی من بودی. این اولین سفری بود که بدون تو رفتم. جات خالی بود. قاهره شهر عجیبیه، اهرام ثلاثه فراهنه. عجیبتر از اون ملک فاروق برادر فوزیه بود، یک پادشاهی بیخاصیت که زندگی رو جدی نگرفته بود، اما پدرش خیلی جدی‌تر بود. خاندان سلطنتی مصر چقدر خوش‌شانس بودن که با پادشاه آینده ایران وصلت کردن. خپل، خبر داری کی قراره بیاد پیش ما؟ نمیدونم والا حضرت. ارنست پران. هرچند وقتی سوئیس درس میخوندیم تو همیشه از اون بدت میومد، ولی ارنست دوست خوب منه. پدرم قبول کرد که بیاد ایران پیش ما. منم سریعاً براش تلگراف فرستادم. الانم تو راه ایرانه. پدرم نگاه خوبی بهش نداره، به خاطر جفسازی‌های مؤدب الدوله نفیسی. ولی بالاخره راضی شد. به چی فکر می‌کنی؟ ارنست پرون والا هست. ارنست پروم این سگ زرده است؟ بله قربان. چه جور آدمیه؟ بله قربان. اینجا کاخ شاه آینده ایرانه، یعنی من. خوش اومدی ارنست.
اینجا خیلی رویاییه، مثل قصه های هزار و یک شب میمونه. بیا بریم بقیه جای کاخم رو نشون بدم. تو هم اینجای خپه؟ هنوزم به پای والا حضرتی؟ فردوس هستم، نه خپه، به پا هم نیستم. یاد خاطرات مدرسه لروزه به خیر، مهمانی های شبانه، مادمازل ها، زمین تنیس، شامپاین روز کرده، زن زیبا. ارنست، این یکی رو قلم بگیر، خطرناکه. فهمیدم داری ازدواج میکنی با یک شاهزاده مصری، درسته؟ آره، عقد کردیم در قاهره، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر. مجلس عروسیمون هم در تهران برگزار میشه. منو برای عروسی دعوت کردی؟ نه، دعوتت کردم که برای همیشه پیشم بمونی. بریم آماده شیم برای ضیافت شام امشب. مگه طبق قانون محمد رضا میتونه با فوزی ازدواج کنه؟ جوابشو بده آقای متین دفتری. ما با تصویب یه لایحه تو مجلس این قضیه رو حل کردیم. شما خیلی نگران این موضوع نباشید. ببین زنی که داره دک و پوزشو به رخ من میکشه. به زودی مراسم عروسی رو برپا میکنیم. دادم امارتی در مجاورت کاخ صاحب قرانیه آماده کنن برای استقرار و اقامت ولیعهد و همسرش. میهمانان از طرف ما مشخص شد، از طرف شما باید مشخص بشه. چته؟ شماها همه حواستون به محمد رضاست. برای زن مصری گرفتین، میخواییم براش امارت بسازین. هیچ کس حواسش به من نیست. غلط کردی، کسی به تو توجه نکنه. تو پسر شاه مملکتی، برادر ولیعهدی. صبر کن، نوبت تو هم میرسه. من خودم واسه آسیب بالا میزنم. اینا همش حرفه، حرفم باده هواست. علی رضا، چیزی شده؟ اون دنبالمه. کیو میگی علی رضا؟ باغبونه. الان که داشتم میامدم دنبالم بود مردی که میخواست با بیت بزنتم. علی رضا، تو اصلا حالت خوب نیست. یکم از این بخوری حالتو خوب میکنه. بیا. حالم خوب میشه؟ آره. که چی؟ که شما هر غلطی دلتون خواست بکنین توش سم ریختی نه؟
سم کجا بود علی رضا؟ بازم خیالاتی شدی؟ میدونم همه تو میخواین من نباشم، میخواین سرمو زیر آب کنین. این حرفا چیه؟ آروم باش علی رضا. تو حتی خدمتکارات هم اجیر کردی نصف شب بیان تو اتاقم. کور خوندین بخواین به هم آسیبی برسونین تک تکتون رو میکشم.